همه احتمالاً این مدت بیلبورد کنسرت‌های چهره‌های ناشناس رو توی شهر دیدین و توجهتون جلب شده. بیلبوردهای گرون، سالن‌های بزرگ و مهم و آهنگسازای نمره یک معلوم می‌کنن که پای پول حسابی در میونه. محسن قمی صاحب یکی از این بیلبورداست. با تیتر آوازخوان دوباره می‌خواند. بله می‌خواند، اما چطوری؟ با یه سرچ ساده معلوم شد که ایشون قبل از انقلاب یه تلاشی برای خوانندگی کردن ولی خب نشده. الانم صاحب یکی از بزرگترین مجموعه هتل‌های شمال کشورن و اینجوری است که آوازخوان دوباره می‌خواند. کنسرت ایشون هم 18 مهر در هتل اسپیناس برگزار شد، در حالی که خواننده خودش به زبون اومد که چقدر استرس داره و در نهایت هم این که چطوری خواند بماند. اما نفر دوم محمد رضا منصوریه که بناست 26 مهر ماه روی صحنه برج میلاد بره و دیگه بیلبورد مهمی تو سطح شهر نبود که ایشون قرق نکرده باشه. اونم با اسامی بزرگی مثل بابک زرین و همایون خرم روی بیلبورداش که الحق آدم انگشت حیرت به دهان میمونه. در مورد ایشون هم کاشف به عمل اومده که مدیر عامل یه شرکت صنایع فولادیه و اینطوری است که پول بر هر درد بی درمان دواست ظاهرا. البته قبلا هم این اتفاق افتاده ها، دکتر صابری رو که یادتون نرفته، پزشکی که خواننده شد بعدش هم کنسرت برگزار کرد. این وسط مسئولین سختگیر موسیقی نمیدونم کجان و دل آدم برای جوانای مستعدی میسوزه که میلیاردر نیستن و هنرشون داره خاک میخوره. فعلا که شهر رو هنجره های پولدار قرق کردن.